سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم که کوکتل تی وی و امروز اومدیم با رپ هاوشی دیگه و می‌خوایم بررسی کنیم هاوشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید. البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه. ببینیم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب اول از همه اگه ندیدید بگم دو تا پست قرعه کشی داریم، یکی توی کوکتل تی وی پلاس، یکی همینجا. توی یکیش اکانت اسپاتیفای میدیم و تو اون یکی 3 میلیون وجه نقد میتونید برید شانستون رو امتحان کنید، کامنت بذارید، شاید شما یکی از اون برنده های خوش شانس باشید. بعد از انتخابات آمریکا سوگند یه استوری گذاشت و یه استوری خیلی غمداری بود و تنها چیزی که به ذهن من رسوند این بود یه روز خوب میاد که رپ کنامون کنسرت میذارن تو برج میلاد. داشتم استوریای این آرتیستا رو نگاه میکردم، دیدم که همه واقعا اشک شوق میریزن، چقدر خوشحالم برای انتخاباتشون و چقدر سختشون بوده مثلا و همین دا. بعد یاد خودم افتادم زمانی که منو گرفتن، خیلی راحت به من گفتن که یه دفعه دیگه فعالیت موسیقی بکنی میگیریمت که هیچی، فلانت میکنیم، ادت میکنیم و به عنوان یک آرتیست اجازه ندارم تو خاک خودم باشم. من این دردو باید به کی بگم؟ اصلا واقعا دردناکه، خیلی دردناکه، متاسفم. خب اگه یادتون باشه چند وقت پیش برند آسفالت از سوی بچه‌های زدبازی معرفی شد و هودی‌های زدبازی برای فروش گذاشته شد و شایان آسفالت یه سری واکنش ها نشون داده، گفت آقا این اسم منه و نمیتونید بذارید و هنوز این واکنش ها ادامه داره. و خب یه نکته عجیب یا جالبی که میشه گفت این چند روزه بود، خیلی ها از کیفیت که داشتن این هودی ها راضی نبودن و بعد از این هم شایان آسفالت یه استوری گذاشت و اینجوری به بچه های زدبازی تیکایی رو انداخت. چون گوشاد 15 سال آسفالت داریم به دوش میکشیم که تو به اسم ما آشغال بفروشی. فاک یو فاک. همه منطقه جنگ، فقط تیر و تفنگ، رگبار فشنگ. جی جی با پست اعلام کرد از یکی از شرکت ها که می اومده قسمتی از آهنگاش روی بیل بورد هم اینا می زده، به هر حال صحبت کردن، حرف زدن، این داستان ها ازشون یه مبلغی رو گرفتن به خاطر حق پخش و کپی رایت تو این داستان ها و اونو به خیریه دادن که حرکت جالبی بود. پست شما هم می بینیم. خب چند ماه پیش کلی برامون ویدیو و عکس فرستادین از یه سری بیل بورد تبلیغاتی که شرکت جاواما زده بود با تکست آهنگ تابستون کوتاه. خب این چون بدون اجازه ما بود، ما با این شرکت تماس گرفتیم و قرار شد 60 میلیون تومان از طرف ما به خیریه مهر امید پویان، کودک کوشا و محک اینا بفرستن و امیدوارم که یه فرهنگسازی بشه که از این به بعد با اینکه موزیک رپ مجاز نی، کمپانیایی که میخوان از تکستا و شعرهای رپر استفاده کنن یه پولی بهشون بدن. حالا ما دادیم به خیریه، ولی از دفعه بعد کسی بخواد استفاده کنه میتونن یا اجازه هم بگیرن یا با ما تماس بگیرن و حالا یه قراردادی چیزی باشون میبندیم و امیدوارم این فرهنگ کپی رایت آروم آروم جا بیافته تو ایران. مرسی. پارسالی یه استوری گذاشت نمیشه آقا اینستا رو که فکر میزنید اشکال نداره، اما اسپاتیفای رو نزنید. حالا معلوم نی داستان چیه، شاید تیکای رو داره میندازه به کچی بیت، چون 1,500,000 ویو گرفته آلبومش توی کمتر از 2 هفته و شاید از نظر پارسا به هر حال فیک بوده. حالا نمیدونیم، نسبت‌های فیک رو میشه یه جوری در آورد، شما از اون شنونده‌های ماهانه و ویوی که تو روز میخوره میتونید تشخیص بدید، ولی خب نمیدونم داستان چیه. پارسالیپ شاید منظورش به کچی بیت بوده، شاید هم حالا بچه‌های دیگه، مشخص نیست. پوریا پوتک توی یکی از ویدیوهاش که توی یوتیوبش گذاشت یه جا شروع میکنه دعا خوندن و اونو خیلی تند میخونه و یه حالت فلو رپ گرفته. بعد از اون امیرعلی مورف هم که از بچه های آمارفیکا هست اومد یه انتقادی رو به پوریا پوتک کرد و یه ذره با لفظ بد گفت چی میزنید دعا رم با فلو رپ میخونید. استوری رو داشتیم از سیجل که حاوی میمه یکی از هواداراش بود و منظور کلیش این بود که برای بالا اومدن کارهای جدید نمیکنن و زدبازی رو دیس میکنن و همون حرفهای همیشگی رو میزنن. استوری عجیبی رو داشتیم از پایا که به نظر میومد تیکه به خشایار باشه. تو آهنگ سوسکی از آلبوم اتصالی خشایار میگه مافیا که نمیگه مافیاست و تو این استوری پایا میگه اتفاقا مافیا میگه مافیاست پسرم اون تو بازی
و خیلی عجیبه، نمیدونم برای چی اینو گفته، شایدم ما فکر میکنیم که منظوری به اون داره یه چیز دیگه بوده، مشخص نیست. توییت های عجیبی رو داشتیم از کابوس که با هم میخونیم. خیلی خیلی از این به اصطلاح جامعه رپ دل سرد هستم. تو این جماعت هیچ تغییری حاصل نمیشه، نمیره میخواهنی تو سنگ. کلن این جمعیت که جمع شدیم دور هم، دو قرون توان اجرایی نداریم، از مخاطب گرفته تا تولید کننده خودمون رو سر کار گذاشتیم. و من نمیم، به نظرم اگه نقدی نظری هست بهتر که کمک بکنه به داستان. حالا نظرش گفتم، نظرها اینجوری خیلی میدونید دیگه، میدونید چی جوری میگم، تاریک و خیلی کلی و این داستانا. خب رپمون خیلی از قبل بیشتر پیشرفت کرده، مخاطبامون آگاه ترن، بیشتر میدونن درباره رپ و به هر حال جزئیاتی که رپ داره و یه رپ خوب داره، و فکر میکنم میتونیم کمک کنیم با هم و دست به دست هم بدیم و خودمون چیزی بهش اضافه کنیم با نقد درست، نه اینجوری مثلا غر زدن اینجوری. حالا من الان شاید بعضیا بیان میگن تو هم توی جبهه اونایی که میگن غر زدن، نه نه نه، اینکه شما بیا بگی فلان مشکل هست خیلی فرق داره تو اینکه مثلا بیا یهو کلا بگی دل سردم، هیچ کی توان اجرایی مثلا نداره. و نمیدونم، حالا امیدوارم که کابوس اینو واسه ما واضح تر کنه و اگه فکر کنه نقطه ضعفی هست و راهکاری داره حتما اعلام کنه. ویدیو جدید پوتک تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه پیش پخش شد، توش هم دیس به خشایار بود، هم به خلسه بعد از مدت‌ها که عجیبه. حالا اینو بیشتر تو اخبار رپی بررسیش میکنیم. اما یه نکته جالبی که بود، پوتک قبل از اینکه به هر حال موزیک ویدیوش پخشه، 3 دقیقه تقریبا از خودش کلیپ گذاشته، یکم درد و دلا رو گفت. گفت آقا هیچکی از من حمایت نکرد، خیلی به من فید نمیدادن، حتی نام از کسایی برد که قرار بوده ترک اول آلبومش رو با اونو داشته باشن یهو کنسل کردن، و حتی از رپری گفت که 20,000 دلار ازش حق فیت خواسته، و یه سری گلگی ها رو کرد. بعدش هم یه تیک انداخت به آلبوم اتصالی، گفت این آلبوم خودمه، تکیم خودم توشم و خودمم، هم تمام حرف و حرفای خودمه، 12 تا آرتیست جمع نکردم و وریوس آرتیست نیست. و خب تیکر رو اینجوری انداخت به اتصالی. با هم میبینیم اینا رو. درود به همگی بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیو رو گذاشتم تا قبل از اینکه آلبوم پخش شه صحبتایی رو باهاتون کنم. قبل از همه بگم که فردا 13 نوامبر آلبوم من پخش میشه. تو این آلبوم قرار بود یک سری فیت ها باشه که متاسفانه به خاطر اون دمو حذف شد و من اصلا برام مهم نیست. تا جایی که یادمه هیچ وقت رسانه اگه خواستن حمایتم کنن فقط حاشیه‌مو میذاشتن تا آبرومو ببرن. هیچ وقت یادم نمیره اون روزی رو که یکی از آهنگسازای خوب ترک منو داد به یکی از میکس و مستر کارهای خفن که واسه هم میکس و مستر کنه و گفت من اصلا با پول کار نمی‌کنم. هیچ وقت یادم نمیره اون رپر نسل دوی که سر معروف ترین آلبومش بهم پیام داد، گفتش که میخوام ترک اصلیمو، یعنی ترک یک آلبومشو که اسم آلبومش هم بود باهم فیت کنه رو بخونه، ولی چند روز قبل از این حرکت بهم زنگ زد گفت تو آتیش تند، یعنی سیاسی خونم. هیچ وقت یادم نمیره خیلی از رپرها فقط واسه اینکه سیاسی میخونن باهم همکاری نمی‌کنن. هیچ وقت یادم نمیره اون روزی رو که پیام دادم به رپر مورد علاقه‌م تا باهاش فیت بدم، گفت 20,000 دلار. این چیزا رو هیچ وقت یادم نمیره. فقط تنها خوشحالیم اینه که شما رو دارم و یه خواهش ازتون دارم، تو این وضعیت اقتصادی اصلا نمیخوام بگم آلبوم رو بخرید و نخرید، اصلا مهم نیست، اگه دوست دارید بخرید، نمیتونید نخرید. آلبوم من فردا پخش میشه برای خریدارها، تو اسپاتیفای، یوتیوب هم قرار میگیره، تو اکثر پلتفرم‌ها هم میاد. تنها خواهش که دارم از یه سری رسانه‌ها، یه سری کانال‌های تلگرام اینه که تا سه شنبه ساب کنن، فقط تا سه شنبه، یعنی فردا جمعه است، یعنی شنبه، یک شنبه، دو شنبه ساب کنن و سه شنبه میتونن کار رایگان پخش کنن. اولین بارم رایگان است رپ فارسی میاد بیرون، همه کانال‌های تلگرام هم از سه شنبه میتونن بزنن. تنها خواهش من از شما همینه، آلبوم میتونید گوش بدید تا سه شنبه و اینکه از سه شنبه به بعد، از توی روز سه شنبه دیگه آلبوم پخش میشه. و اینکه خیلی خوشحالم از حمایتتون، خیلی حمایت خفنی بود، هیچ وقت باورم نمیشد این آلبوم رکورد فروش همه آلبومو زد. دمتون گرم، خیلی خوشحالم که طرفداری با تعصبی دارم. و امشبم موزیک ویدیو جدیدم پخش میشه ساعت 12 شب از کانال یوتیوبم که تو استوری لینکشو گذاشتم، تو هایلایت هم هست، میتونید تو یوتیوبم هست، ساعت 12 شب پخش میشه، میتونید ببینید. و اینم بدونید وقتی من یه آلبوم میدم تو اون آلبوم خودمم، و یه آلبومی ندادم با 12 ترک و 12 آرتیست مختلف وریوس، آلبوم ندادم، آلبوم منه و قراره من هنرنمایی کنم، نه اینکه آهنگای آلبومم توسط آرتیستای دیگه مورد بازدید قرار بگیره و استریمش بره بالا.
عشق منید. بازم میگم اصلا توقع ندارم کسی بخرد. دوست دارید بخرید، نمیتونید نخرید، اگه توانایی مالیتون نیست نخرید، اصلا مهم نیست. تنها خواهشم اینه که تا سه‌شنبه صبر کنید تا رایگان پخشه، وگرنه فردا پخش میشه ولی فقط میتونید گوش بدید از اسپاتیفای، یوتیوب و پلتفرم‌های دیگه. همین ساعت 12 شب موزیک ویدیو میاد. اول از همه پولدار باشید بعد سلامت. خب دیدیم حرفای پوتک و خب یکم دلش پر بود. در آخرم نمیدونم حالا این داستانش با خشایار داره کش میاد و دیدیم لیستش هم کرد خشایارم تو مصاحبه با ما، یعنی بی پرده قسمت 9 یه سری حرفا رو زد، کلکلشون داره بالا میگیره. حالا شاید دیس و دیس بازی بشه در ادامه، معلوم نیست. اما خب توییتی رو داشتیم از مهدیار که امروز تولد 8 سالگی آلبوم عدل، یکی از شاهکارهای رپ فارسی، با آهنگسازی فوق‌العاده مهدیار آقاجانی و همچنین تکست‌های بی‌نظیر اشکان فدایی که واقعا خاطره انگیزه و خیلی زود 8 سال از روش گذشت و گذشت دیگه، خیلی زود داریم پیر میشیم و یادش بخیر چه روزایی بود وقتی اون آلبوم اومد و چقدر دلمون برای مهدیار اون روزا تنگ شده. به نظرتون آلبوم عدل شاهکار بود یا نه؟ به نظر من که بود، و اگه بود به نظرتون کدوم ترکش باحال بود؟ حتما کامنت بذارید. خواهیم بود از رپ حواشی امروز. باز حواشی ها داره خیلی تو در تو و عجیب میشه، برعکس این یکی دو ماهی که خلوت‌تر بود سرمون، داره دوباره مثل 4-5 ماه پیش میشه. حالا باید ببینیم چه جوری پیش میره و امیدواریم بیشتر دیس بیاد، یعنی اگه قرار حواشی باشه دیس باشه، تو آهنگ باشه، نه مثل اون زمان ها که فقط استوری بود، که خوشبختانه حالا منظور خاصی نداریم و نمیگیم هو ایول دیس بود، نه منظورم اینه که بیشتر به جای استوری ما آهنگ داشتیم و این خوبه، و که آهنگ باشه تا استوری. حالا امیدواریم که، نمیدونم دیگه، ببینیم داستانا چه جوری میشه. بهتره حرف نزنیم، نظر اضافی ندیم، حرف اضافی نزنیم. در کل مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حال کرده باشید. کلی برنامه خفن جدید داریم براتون، منتظر باشید. فصل جدیدی از برحال کوکتل داره شکل میگیره، کوکتل تیوی، و میخوایم بریم برای کارهای خفن باحال. دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. از قرعه‌کشی غافل نشید. صحبت دیگه باقی نمیمونه تا ویدیو بعدی. سی یو سون.